آقای اصغر سلیمی، شما به عنوان یک فعال سیاسی و کارشناس اقتصاد، من میبینم که از دیروز که اینجا دادگاه حمید نوری آغاز شده حضور دارید. چه پیوندی وجود داره؟ چه موضوعی شما رو پیوند میده با این دادگاه؟ و مسئله دادخواهی رو فکر میکنم که دوست داریم برای ما عذابی شما ببینیم و توضیح بدید برای سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند شما. به عنوان یکی از فعالان به کنشگران سیاسی، چون تعداد بسیار زیادی از دوستان، رفقا و حتی اعضای فامیلم رو در زندان ها از دست دادم و اینها واقعا بیش از ده‌ها نفر هستند، این رو با تمام پوست و گوشتم حس کردم و امروز هم به خاطر این دادخواهی که خود جز کسانی هستم که افراد نزدیکی رو از دست دادم در زندان ها، امروز اینجا حضور دارم و بسیار سرفراز هستم که یکی از جنایتکاران علیه بشریت رو ما اینجا به بند کشیدیم و امروز میتونیم در واقع این دادگاه رو در اینجا برگزار کنیم. به طبیعیه که من به عنوان یکی از کسانی که سالها در این جریان بودم، از کل اومدم اینجا که شاهد، به طور نزدیک شاهد این ماجرا باشم. اما پیشینه‌اش رو شما سوال فرمودید. ببینید، از آغاز انقلاب که اینها وابستگان به رژیم پیشین رو به شکل بسیار بسیار ناعادلانه اعدام کردند و کشتند، که این یه جنایت علیه بشریت بود. بعد از اون، از دهه 60، آغاز دهه 60، اینا شروع کردن به جوانان رو، نسل جوانی که خود در انقلاب نقش موثری داشتن، اونها رو هم گرفتن و اینا دستگیری ها رو انجام دادن و بسیاری بعد 7 سال دیگر کسانی بودن که زندانی ابد داشتن و سالها در اونجا بودن و بعد هم اینها در واقع در اون توطئه‌ای که به هر حال برای مرگ و کشتار جمعی با این عنوان که سازمان مجاهدین خلق به ایران حمله ور شده و اینها هم همه وابستگان اونها هستند، شروع کردن زندانیانی رو که به هیچ وجه در هیچ جنگی نبودن، به عنوان اینکه اینها محارب هستند یا واژه های دیگری که در این اسلام لعنتی اینها، در واقع واقعا اسلام لعنتی، نسلی که ما سوختیم با اسلام رحمانیت اسلام، اینها رو که سالها در زندان ها بودند رو آوردند و در محاکمه که دیگه همه ما شنیدیم، در یک روز یا دو روز نسل بزرگی را، اول مجاهدین رو که خب به هر حال اعضای یک سازمان بودند، تازه اگر شما اسیر جنگی رو هم حق اعدام ندارید برای اسرای جنگی، کسانی رو که چه وابستگان به سازمان مجاهدین بودند و بسیاری ها که از سازمان های گوناگون چپ بودند، ملی گرایان بودند، بهائیان بودند، اقلیت های قومی ما بودند، همه اینها رو در یک محاکمه بسیار، یعنی محاکمه که چی کنم، دادگاه صحرایی، یک روز دو روز حیاتهای مرگ، این به هر حال انسانها، جوانانی که واقعا من خاطرم هست بسیار یاد روی چشم امروز هستند، که اینها واقعا نوابغ نسل جوانی بودند که امروز که من یادم هست که اینها چقدر انسانهایی بودند، اکثرا دانشجویانی بودند که یا تازه فارغ التحصیل شده بودند و کسانی که در زندان ها بودند، همه اینها واقعا جزء خون تازه یک جامعه‌ای بودند که به هر حال به یه روزی باید بلند میشد، به آزادی و به رفاه و به دموکراسی میرسید، ولی حاصل اینها گلوله بود و به هر حال اعدام های شبانه. به این ترتیب این پیشینه است. اما امروز که حدود بیش از 3 دهه از این ماجرا میگذره، خب اینها در واقع این جنایتکاران علیه بشریت، اینها احساس کردن که در این حیات خلوت دنیا میتونن همه جا برن و این فراموش شده، در حالی که جنبش دادخواهی ایران متعلق به اون مادرانی که رفتن زیر آوار توی اون خاوران، دنبال استخوان‌های پسرشون، دنبال یک تکه از شلوار، یک تکه از پیراهن فرزندانشون بودن، به استخوان‌هایی برخورد کردن، همون مادران که یک بار فرزندانشون رو رنج زاییدنش رو تحمل کرده بودن، همون مادران رنج زاییدن این حقیقت دادخواهی رو واقعا در از همون گورستان خاوران که واقعا گلستان شهدای جانباختگان کشور ما هست، از همونجا اینو شروع کردن، این مبارزه دادخواهی. و این مبارزه دادخواهی امروز به یک نتایج بسیار بسیار خوبی داره میرسه. ما در گام های اولش هستیم، همراه با محاکمه عادلانه این یک کشور در یک گوشه از اسکندیناوی، کشوری که در واقع جایزه نوبل های گوناگون رو برای صلح، برای ادبیات، برای اقتصاد رو میده، در این کشور
جهانیان علیه بشریت رو ما دنبال کردیم و اینها رو شناسایی کردیم. به هر حال آقای رجب اصلاحی در این مبارزه نقش بسیار شایسته‌ای داره که ما جنبش دادخواهی متعلق به یک نفر نیست، اما همیشه شخصیت هایی هستند که نقش شخصیت خودشون رو بازی میکنند. امروز هزاران نفر خواهان این دادخواهی هستند و امیدوارم که این دادخواهی که امروز حمید نوری رو اینجا به محاکمه خواهند کشید و 160 شاکی و شاهد وجود داره برای این جریان، این جریان به روزی بکشه که ما بتونیم خود رئیسی رو. اهمیت این گونه است که از ما باید بگیم از استکهلم به تهران با شرایطی که جامعه ایران به یک رستاخیز دموکراتیک بلند شده و قیام در راه است، ما منتظر هستیم که این دادگاه به داخل کشور هم کشیده بشه. سپاس از شما.